من میخوام در مورد نقشه راه مربوط به تغییر و مسئله رفراندوم گذار از جمهوری اسلامی صحبت کنم. اونچه که مسلم هست، ما جمهوری اسلامی رو قبول نداریم و این رژیم باید تغییر کنه. این باید رو من ناظر بر این مسئله میدانم که رژیم اصلاح پذیر نیست. طی 20 سال گذشته اصلاح طلب ها تلاش های زیادی کردند، حتی نتوانستند در وضعیت موجود تغییراتی در رفتار رژیم به وجود بیارن، حتی نتونستن قوانین عادی رو تغییر بدن و اخیرا من دیدم آقای کروبی نامه ای نوشته و از خبرگان رهبری خواسته که مثلا رهبر پاسخگو بشه، نمیدونم، شاید خواسته که نظارت استصوابی تعدیل بشه. البته خیلی کلی بود و از این گونه خواسته هایی رو که الان پس از 20 سال و به ویژه بعد از جنبش سبز ایشون داره از مجلس خبرگان رهبری مطرح میکنه و میدانیم که این مجلس کاملا یک دست در اختیار شخص رهبر و پشتوانه اوست. یعنی شما از خبرگان رهبری، سپاه و نهادهای انتصابی بخواهید که رهبر رو محدود کنن یا از او پاسخگو باشن. خب چنین چیزی اصلا محاله. یعنی این آخرین خواسته اصلاح طلبانه ای بود که یک کسی اونم مثل کروبی مطرح کرد و گروهی هم از او حمایت کرد. به نظر میرسه این حرف ها دیگه دورش تمام شده. یعنی اگر قرار بود اصلاحاتی صورت بگیره، اگر قرار انعطافی بود، اگر قرار تغییری بود، طی 20 سال گذشته اتفاق میافتاد. رژیم اصلاح پذیر نیست. برای اینکه درست میگه شخص رهبر جمهوری اسلامی، میگه اگر ما یک گام عقب بذاریم بایستی که تا آخر عقب بریم. یعنی شما فرض رو قرار بدید که بخوان استصوابی رو لغو کنن، به محض لغو استصوابی کار رژیم تموم میشه. بخوان رهبر رو محدود کنن، اون تقدس و اون چیزی که براش درست کردن رو مخدوش کنن، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. برای اینکه فوراً وقتی که این صد شکسته شد، مطالبات بعدی مطرح میشه. مردم آزادی میخوان، دموکراسی میخوان، حقوق بشر میخوان. ضمن اینکه فساد ساختاری، فساد رفتاری همه وجود رژیم رو در بر گرفته. یعنی این اختلاس ها، این باندبازی ها، این مافیای قدرت، اینا با این گونه اصلاحاتی که امثال آقای کروبی مطرح میکنن ترمیم شدنی نیست. در واقع این انتظار، انتظار بیهوده است. پس رژیم تغییر اصلاح پذیر نیست. رژیم باید تغییر کنه تا مردم نجات پیدا بکنن، اقتصاد درست بشه، فرهنگ درست بشه، امور سیاسی درست بشه، آزادی ها به دست بیاد. اما آیا وقتی که ما میگیم رژیم باید تغییر کند، خواهان این هستیم که مملکت به هم بریزد؟ خواهان این هستیم دوباره این سال 56-57 همه چیز وارونه و دگرگون بشه و بعد از 40 سال دیگه دوباره بیان بگیم اشتباه کردیم؟ نه، ما به این معتقد نیستیم. بنابر اصولی که اصول 12 گانه‌ای که همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران حدود 10 سال پیش تنظیم کرد و بسیاری از شخصیت‌های مطرح درون مرز و حتی برخی از شخصیت‌های بیرون مرز هم امضا کردن، توی اون اصول 12 گانه یک خواسته مشخص آمد و اونم این بود که ما خواهان این هستیم که حکومت سکولار بشه و ما به جای جمهوری اسلامی یک جمهوری غیر مذهبی سکولار داشته باشیم و برای رسیدن به این هدف بایستی که همه اصول و قوانین مذهبی و ایدئولوژیک مغایر با اصل
حاکمیت ملی و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر حذف بشه، بشه جمهوری آزاد و دموکراتیک و ملی. این چیزی بود که در اصول دوازدگانه همبستگی خواسته شد، اون زمان و الان هم موضوعیت داره. ما میگوییم که در ابتدای کار مردم ایران این حق رو داشته باشند که زیر نظر مجامع جهانی اعلام کنند که آیا جمهوری اسلامی آری یا خیر. یک خواست کاملا دموکراتیک، حقوقی و مسالمت آمیز است. معتقدیم که بالغ بر 90% مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. یعنی بعد انجام این همه پرسی آزاد و دموکراتیک قطعاً مردم به جمهوری اسلامی نه خواهند گفت. پس از اون نوبت به چه خواهد رسید؟ پس از اون نوبت به این میرسد که مجلس مؤسسان آزاد تشکیل شود. در اون مجلس مؤسسان آزاد قانون اساسی آینده و محتوای آینده در واقع تعیین بشود. پیشنهاد ما این هست که با حذف اصول اسلامی و مذهبی از قانون اساسی موجود، ما به یک جمهوری آزاد، ملی، دموکراتیک و غیر مرکزگرا برسیم. ما نمیخوام همه چیز رو به هم بریزیم. ما نمیخوام مملکت رو به هم بریزیم. ما نمیخوام اختشاش ایجاد کنیم. ما نمیخوام آشفتگی ایجاد بشه، نمیدونم هر قوم و گروه و قبیله یه جای سر بر بیاره و وضعیت ما به وضعیت عراق و سوریه و یمن و جایی دیگه که جمهوری اسلامی اتفاقا دخالت کرده و به اونجا رسونده چنین چیزی اتفاق بیفته. نه، ما چنین چیزی رو ما نمیخوایم. ما میگوییم که اصول مغایر با دموکراسی، اصول مغایر با حقوق بشر، اصول مغایر با سکولاریسم از قانون اساسی موجود حذف شود، اسلامیت جمهوری حذف شود و به جای اون جمهوری آزاد، جمهوری دموکراتیک و جمهوری ملی و جمهوری پارلمانی و جمهوری غیر مرکزگرا به وجود بیاد. این اون خواسته است که ما از اون دفاع میکنیم. خب من میبینم که بسیاری از شهروندان عزیز نگران این هستند که چه اتفاقی میافتد، چه کسی به جای آنها به اینها میآید، آیا کشور به هم میریزد، آیا فقر و قحطی حاکم میشود. عرض من این استش که با شناختی که ما از شخصیت‌ها، از احزاب و از سازمان‌های اپوزیسیون داریم، به هیچ عنوان خواهان این نیستیم مملکت به هم بریزد و فوری نیرو جایگزین خواهد شد. برای اینکه بسیاری از شخصیت‌ها، بسیاری از اندیشمندان، بسیاری از دانشمندان، اقتصاددانان، سیاستمداران و انسان‌های شریفی الان هستند که اینها منزوی هستند، اینها مجبور شدن از کشور بروند. اینها کسانی هستند که می‌توانند مملکت رو اداره کنند، فقط باید مانع برطرف شود. مانع هم اصول اسلامی است، روحانیت است و حکومت مذهبی است. این مانع بایستی که از طریق رفراندوم برطرف بشود و البته برای رسیدن به رفراندوم شرایط رفراندوم خواهی مهم است. شرایط رفراندوم خواهی این است که جنبش های اجتماعی تقویت بشن، ما مردم ایران خودمون حرکت کنیم، حزب و سازمان و جنبشمون حرکت کنه و خود ما برگزار کننده این رفراندوم شوید. یک انقلاب دموکراتیک مسالمت آمیزه بدون خونریزی. اون چیزیست که ما از اون دفاع میکنیم. همین جنبش های اجتماعی درون کشور و بیرون کشور، به ویژه مبارزین درون کشور که زندان میرن، هزینه میدن، دارن همین خواسته ها رو نمایندگی میکنن و پی میگیرن. لذا به طور مشخص و شفاف ما برای آینده برنامه داریم. حزبها و سازمانها و تشکلها، حتی احزاب مشروطه خواه در این فرایندی که ما تعریف کردیم برای تشکیل مجلس مؤسسان، اصلا معناش این نیستش که احزاب مشروطه خواه حذف بشن. اینجوری نیست، اونها هم مشارکت دارن. برای اینکه میدانن ابتدا ما بایستی که از جمهوری اسلامی گذر کنیم به یک جمهوری آزاد و دموکراتیک با هزینه کمتر برسیم، به یک مملکت آزاد برسیم، در اون شرایط احزاب مشروطه خواه حق آزادی و فعالیت دارند. هر حزب و سازمان و گروه و شخصیت، قطع نظر از زبان، قطع نظر از جنسیت، عقیده، مذهب، حق برابر داره، حق آزادی داره و این حقوق تضمین خواهد شد.
ما خواهان دموکراسی و حقوق بشر واقعی هستیم. ما خواهان تعامل با دنیا از جمله آمریکا و اسرائیل هستیم. ما با هیچ کشوری درگیری نداریم. با همه کشورها در چارچوب منافع ملی رفاقت داریم. ما برابری قومی، برابری مذهبی، برابری جنسیتی رو برقرار خواهیم کرد. این رو من به عنوان یک مبارز، به عنوان یک آزادیخواه به شهروندان عزیز تضمین میدهم، با شناختی که از مبارزان، از آزادیخواهان، از احزاب و از سازمانها داره. به همین دلیل میگویم این یک نقشه راه مشخص است. ما از طریق مبارزات دموکراتیک، جنبش‌های اجتماعی، مبارزات پیگیر، شرایط برگزاری رفراندوم را به وجود می‌آوریم. در اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهانی اعلام خواهد شد که آیا جمهوری اسلامی می‌خواهید یا نمی‌خواهید، و از این طریق از جمهوری اسلامی گذر می‌کنیم و در مرحله بعدی با تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی به وجود می آید که اون قانون اساسی آزاد است، دموکراتیک است، سکولار است و اسلامی و مذهبی نیست و بر پایه اون آزادی همه احزاب و سازمانها، اهم از جمهوری خواه، مشروط خواه، لائیک، نمیدونم غیر لائیک، قومی، همه اونها تضمین خواهد شد. رفاه و امنیت مردم ایران تضمین خواهد شد. چرا تضمین خواهد شد؟ برای اینکه مردم ایران این رو میخوان. همه احزاب و سازمان ها اینو میخوان. اگر ما امروز به صورت کلی بگوییم که ما برانداز هستیم، خب چه برانداز هستید؟ جایگزینتون چی هست؟ برنامه‌تون چی هست؟ تا اون زمان نقشه راه شما چی هست؟ ما مشخص میگوییم که این مراحل رو میخوایم طی بکنیم تا به خواستمون برسیم. ما نمیخواهیم مملکت به هم بریزد و نمیخواهیم مملکت وضع موجود باشد. نه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است و نه اینکه ما خواهان آشوب و به هم ریختگی باشیم. ما در چارچوب رفراندوم، در چارچوب انتخابات آزاد، در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر با همکاری و اتحاد می توانیم به این خواسته برسیم. برای من جالب است که حتی جناب رضای پهلوی هم میگوید که با یک جمهوری آزاد موافق است. یعنی اگر جمهوری باشد حاضر است کاندیدای ریاست جمهوری اون بشود. خب این خیلی زیباست. در واقع ما همه رو دعوت میکنیم که با حذف اسلامیت، با حذف مذهبی بودن، با حذف اصول ایدئولوژیک از قانون اساسی میتوانیم به یک گام بلند برای آزادی و دموکراسی برسیم. هرگاه که رسیدیم به جمهوری آزاد و دموکراتیک، رسیدیم به یک شرایط آزاد و دموکراتیک، در اون شرایط هر حزب و سازمان و شخصیت میتواند خواهان هر نوع رفراندوم شود. اصلا ممنوعیتی نیست. اونجا ما حتی دفاع میکنیم از حقوق کسانی که میخواهند از پادشاهی دفاع کنند. ولی توی اون مرحله عزیزان، ما هنوز تو مراحل اولیه هستیم. دعوا نکنیم که پادشاهی باشد یا جمهوری باشد. این دعوای پادشاهی و جمهوری امروز عامل اختلاف اصلی در اپوزیسیون شده. هرگاه که جمهوری اسلامی رو حذف کردیم، تغییر دادیم به یک جمهوری آزاد و دموکراتیک، با مبارزات، با اتحاد، با همکاری رسیدیم، در اون شرایط هم میهنان عزیز پادشاهی خواهی ما حق این رو دارن که برای رسیدن به ایده خودشون تلاش کنن و قانون اساسی این اجازه رو به اونها خواهد داد. برای اینکه قانون اساسی آینده در واقع انتقال مسالمت آمیز قدرت رو تضمین میکنه، تفکیک قوا رو تضمین میکنه، استقلال قوا و قوه قضایی قدرتمند رو تضمین میکنه و هیچ کس، هیچ گروهی، شخصی غیر پاسخگو نخواهد بود. ما مادام العمر نخواهیم داشت نهاد غیر پاسخگو، نخواهیم داشت شورای نگهبان، نخواهیم داشت نهادهای موازی، نظامی و موازی، نخواهیم داشت شکنجه، اعدام و هر نوع خشونت ممنوع خواهد بود. لذا با قانون اساسی مترقی، با دموکراسی واقعی، با اعلام حقوق بشر واقعی هستش که همه احزاب و سازمان ها میتونن به خواستهاشون برسن. ما ابتدای راه هستیم. جنگ و دعوای بین پادشاهی خواه و جمهوری خواه را افتاده. ابتدای راه هستیم. جنگ بین فدرال و غیر فدرال شروع شده. اینا حرفا برای مرحله بعد است. پس از این که ما توانستیم با اتحاد،
با وحدت، با همدلی، با مبارزه مستمر رژیم رو تغییر بدیم، قانون اساسی رو تغییر بدیم، اسلامیت و ایدئولوژی بودن رو حذف کنیم، به یک جمهوری آزاد و دموکراتیک برسیم، آن زمان زمان طرح هر نوع خواسته و مطالبه‌ای از نوع این که آیا مشروطه باشد یا نباشد رفراندوم برگزار شود. اگر در اون زمان در یک شرایط آزاد مردم خواستن از جمهوری به پادشاهی بروند، سمعن و طاعتا، یعنی ما هم کمک میکنیم تا اون رفراندوم آزاد و دموکراتیک برگزار بشه، ما که میگم اینه همه جمهوری خواه، و در اون انتخابات آزاد و دموکراتیک مشخص شود که آیا مردم میخواهن از یک جمهوری آزاد و دموکراتیک نیز گذر کنن و به یک حکومت مشروطه برسن یا نه. اگر خواستن که بایستی که به خواست اونا دن داد، ولی امروز ما نخواهیم به 40 سال قبل برگردیم. هنوز جمهوری اسلامی سوار کار همه مطالبات رو ما آوردیم روی میز گذاشتیم، میگیم باید، یه عده میگن باید پادشاهی شود، یه عده میگن باید حتما فدرال شود، یه عده میگن حتما بایستی که نمیدونم همه این خواسته های ما محقق شود. این کار سخت است. هر نوع خواسته، هر نوع مطالبه قانونی و دموکراتیکه، ولو اینکه یک نفر اون رو بخواد، هیچ نوع خواسته، هیچ نوع مطالبه غیر قانونی و غیر دموکراتیک نیست در یک نظام آزاد و دموکراتیک. لذا من دعوت میکنم از همه عزیزان تلاش کنیم ابتدا رفراندوم آریانه به جمهوری اسلامی رو برگزار کنیم، از جمهوری اسلامی گذر کنیم، مجلس مؤسسان رو تشکیل بدیم، در اون مجلس مؤسسان اصول مغایر با حق حاکمیت ملی، اصول مغایر با دموکراسی و حقوق بشر که اصول مذهبی اسلامی و ایدئولوژیک هست رو حذف کنیم، اسلامیت رو در رفراندوم حذف کنیم، پس از اون با تشکیل جمهوری آزاد و دموکراتیک شرایطی به وجود بیاید که همه خواسته های قومی، جنسیتی، زبانی، هویتی، طبقاتی، صنفی قابل تحقق باشه. این می شود نقشه راه ما، مراحل کار ما، با توجه به این که شخصیت ها، احزاب، سازمان ها، جنبش های قدرتمندی داریم، می دانیم به سرعت جایگزین خواهد شد بدون اینکه کشور به شرایط سوری و عراقی و یمنی تبدیل شود. با گفتگو، با مبارزه دموکراتیک به خواسته های خود خواهیم رسید. با هم می نشینیم گفتگو میکنیم. من از تک تک احزاب و شخصیت ها، من که میگم به عنوان یک مبارز در درون مرز، یک مبارزی که زندگیم رو برای آزادی، برای دموکراسی و برای حقوق بشر وقف کردم، چیز دیگری هم ندارم از دست بدم، به نمایندگی از سایر آزادی خواهان، به ویژه کسانی که در 15 تن که در رفراندوم خواهی این خواسته رو مطرح کردن، در همبستگی این خواسته رو مطرح کردن و در جنبش های دیگه این خواسته رو دارن روز و شب مطرح میکنن. رفراندوم گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک جمهوری آزاد و دموکراتیک از طریق مجلس مؤسسان، از طریق انتخابات آزاد مردم، فراهم شدن شرایط آزاد برای تأمین هر نوع مطالبه، حتی مطالبه تغییر رژیم از جمهوری به پادشاهی در آن شرایط، برای رسیدن به هر نوع مطالبه‌ای که مردم ایران خواهند داشت، این تضمین شده است. احزاب و سازمان‌ها تضمین کننده آنها هستند. نگران نباشند مردم ایران، آلترناتیو موجود است، کشور به هم نخواهد رسید، برنامه موجود است. به شما وعده می‌دهم و عرض می‌کنم مملکت ایران وقتی از دست حکومت مذهبی و ملا و استصفاوی و انتصابی رهایی پیدا کند، 24 ساعته بخش مهمی از مشکلات ما حل خواهد شد. برای اینکه ما با دنیا دعوایی نداریم، ما با دنیا رفاقت داریم، سازش داریم، گفتگو داریم. دلار قرار نیستش که سقوط بکنه، ریال قرار نیستش که سقوط بکند، بلکه اون دلار است که در ایران دوباره سقوط خواهد کرد. به امید ایرانی آزاد، آباد، دموکراتیک پاینده باشید و بدرود.